مدرسانی در مناطق سیل زدگی استان سیستان و بلوچستان ادامه دارد. مدیر عامل هلال احمر سیستان و بلوچستان از امداد رسانی به بیش از 1000 آسیب دیده در سیلاب اخیر خبر داد. تمامی کارمندان، امدادگران و نجاتگران تا خروج سامانه از استان به غلط آمده باش درآمدند و تمامی مرخصی های کارمندان لغو شده است. بر اثر طغیان رودخانه های فصلی 13 شهرستان در جنوب استان دچار آب گرفتگی شد. ساکنان 6 روستا در شهرستان کنارک به علت بارش شدید تخلیه شدند و اسکان اضطراری یافتند. مدارس برخی شهرهای سیستان و بلوچستان امروز به علت آب گرفتگی معابر تعطیل است. فرماندار ویژه چابهار گفت آب بسیار زیادی وارد رودخانه سرباز شده است و روستاها در برخی مناطق دشتیاری همه در محاصره سیل هستند. برای اولین بار سد زیردان ظرف 9 ساعت 50 میلیون متر مکعب آب به اون اضافه میشه و سرریز اون هم دبیش عرشبت 3500 متر مکعب آب رو در ثانیه اونجا داشت تخلیه میشه، هم دریچه ها و هم بالادست. سد پیشین هم که چندین بار سرریز اون انجام گرفته بود، باز هم به لحاظ بارندگی های بالادستی هم در حوزه نیکشهر و تلنگ و سرباز و پیشین این دوتا سد هر دو سرریز شد. الان ملاحظه می‌فرمایید حوزه دشتیاری با هوکلات بخش مرکزی و پلان ما کاملا زیر آبه. تمام روستاهای ما ارتباط مسدوده. محور اصلی ما از چابهار به سرباز هم در چندین نقطه و محور مسدوده. اینجایی که الان ایستادیم عمق آب حداقل 4 متره. یکی از بزرگترین پلایی است که در محور اصلی قرار داره که متاسفانه هم در حال تخریبه و هم آب، یعنی تمام زیرساخت‌های ما هم از کشاورزی و زیرساخت جاده‌ای و برق و مخابرات و غیر ذلک هم متاسفانه در خطر جدی است.